با نام یاد خدا سلام و صبح شما هموطنان عزیز بخیر، امیدوار هستم که شاداب سرحال و سرخوش باشین. در خدمتان هستم در بخش ورزندگی از برنامه سلام زندگی. امروز برنامه را از فوتبال در اروپا آغاز میکنیم. شب دوم از لیگ ملت‌های اروپا آغاز شد. در هفته دوم تیم‌های اسپانیا با مساف تیم اوکراین رفته بودند که تیم اسپانیا موفق شد با نتیجه 4-0 تیم اوکراین شکست بده. سرخیو راموس دو بار، آنسو فاتی یک بار و فران تورس یک بار دقیقه 84 توانستن که گلزنی کنن و نتیجه 4-0 توانستن تیم اوکراین شکست بدن. تیم سوئیس با مساف تیم آلمان رفته بود که تیم آلمان باز هم با نتیجه 1-1 مساوی کرد که دومین تساوی آلمان در این رقابت ها بود. همچنان در دیگر بازی ولز در دقایق پایانی موفق شد با نتیجه 1-0 تیم بلغارستان شکست بدن. در دیگر بازی های چندان مهم هم نبودن. روسیه با مساف تیم مجارستان رفته بودند که بازیشان 3-2 شد. صربستان و ترکیه با مساف یکدیگر رفته بودند که بازیشان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. اما امشب یک بازی جذاب و دیدنی میان تیم های هالند و تیم ایتالیا برگزار میشه رس ساعت 11:30 که ببخشید ساعت 11:15 دقیقه. میتونن امشب بازی رو تماشا کنین. بازی خیلی جذاب است میان تیم های ایتالیا و تیم هالند. اما برنامه را از در این بخش از برنامه میپردازیم به خبرهای داخلی در افغانستان. مصطفی آزادزاده مهاجم تیم ملی فوتبال کشور ما با عقد قرارداد یک ساله به عنوان بازیکن آزاد به تیم تارات اف سی در لیگ برتر تایلند ملحق شد. موافقنامه آغاز فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان امضا شد. فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته لیگ برتر و وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه آغاز فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال را امضا کردند. رقابت‌های فصل نهم لیگ برتر افغانستان از 8 زون کشور از تاریخ 3 میزان در ورزشگاه فدراسیون فوتبال آغاز می‌شود. نوواک جوکوویچ در اتفاق عجیب و کم نظیر به خاطر زدن توپ به داور خط از مسابقات اوپن آمریکا اخراج شد. با عزل نوواک جوکوویچ از مسابقات اوپن آمریکا، اکنون هیچ کدام از بازیکنان باقی مانده در این رقابت‌ها سابقه قهرمانی در مسابقات گرند اسلم را ندارند و به این ترتیب قهرمان جدیدی در انتظار دنیای تنیس است. آنسو فاتی مقابل اوکراین تاریخ سازی کرد و به جوانترین گلزن تاریخ تیم ملی اسپانیا تبدیل شد. مهاجم بارسلونا گل سوم اسپانیا را در حالی به ثمر رساند که فقط 17 سال سن داشت. قرعه‌کشی جام اتحادیه انگلیس، دوئل جذاب آرسنال و لستر سیتی. در مرحله سوم جام اتحادیه انگلیس آرسنال باید با ورزشگاه لستر سیتی برود، در حالی که لیورپول، تاتنهام و منچستر یونایتد راه آسانتری برای بازی‌های خارج از خانه در پیش رو دارند. پس از اینکه رونالد کومان از تیم ملی هالند کنار رفت تا هدایت بارسلونا را بر عهده بگیرد، فدراسیون فوتبال هالند به دنبال یک مربی بزرگ برای جایگزینی او است. یکی از این گزینه‌ها ماکس آلگری سرمربی اسبق یوونتوس و میلان است. و سرخیو راموس گلزنترین مدافع تاریخ در بازی‌های تیم‌های ملی شد. سرخیو راموس با دو گلی که مقابل اوکراین به ثمر رساند، ابتدا 22 و سپس 23مین گل خود را در رده ملی به ثمر رساند تا گلزنترین مدافع تاریخ در بازی‌های ملی لقب بگیرد. خبرها و حاشیه‌های فوتبال و دنیای ورزش بود که تقدیمتان شد. اما در این قسمت از برنامه می‌پردازیم به آخرین حاشیه‌ها و نقل و انتقالات در فوتبال در اروپا. بارسلونا طی روزهای آینده آخرین پیشنهاد خود را برای جذب مارتینز از اینتر ارائه خواهد داد. مذاکرات میلان با دوناروما برای تمدید قرارداد ادامه پیدا کرده است. میلان، ناپولی و سویا به جذب جرارد دلوفئو علاقه‌مند هستند. با
باشگاه بارسلونا و یوونتوس بر سر انتقال لوئیس سوارز به توافق رسیدند و به زودی این مهاجم اوروگوئی راهی تورین خواهد شد. نایگولان هافبک بلژیکی تحت هدایت اینتر مورد توجه گالاتاسرای ترکیه قرار گرفته است. نام تییاگو آلکانترا هافبک اسپانیایی بایر مونیخ در لیست خرید بارسلونا در تابستان امسال قرار گرفته است. آندره پیرلو سرمربی جدید یوونتوس علاقمند است آلوارو موراتا مهاجم اسپانیایی اتلتیکو مادرید را به خدمت بگیرد. فیلیپ کوتینیو فصل بعد در بارسا ماندنی است مگر اینکه برای او پیشنهاد مالی بسیار خوبی برسد. باشگاه بایر لورکوزن برای جذب هکتور بیرین مدافع راست اسپانیایی آرسنال پیشنهاد 30 میلیون یورو را ارائه داده است. و چلسی قصد دارد برای تمدید قرارداد بادشوایی با این ستاره بلژیکی پیشنهاد جدیدی را برای او ارائه دهد. آخرین اخبار در رابطه با حاشیه ها و نقل و انتقالات فوتبال در اروپا تقدیمتان بود که شد و در این قسمت از برنامه هم میپردازیم به فعالیت های ورزشکاران در صفحات اجتماعی و به خصوص فیسبوک. خب هموطنان عزیز، داشته های امروزی بود که تقدیمتان شد و امیدوار هستم لذت کافی را برده باشه. تشکر میکنم علی جان. خسته نباشی علی جان. شما بسیار بخش خوبی بود. زنده باشی. لیگ برتر دوباره آغاز میشه دیگه. لیگ برتر دور نهمش با تفاهم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و کسایی که برگزاری میکردن امضا شد و قرار است که در سوم میزان در پروژه گل یا ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان انشالله که آغاز شد. چند تیم دخن اشتراک خواهد داشت؟ 8 تیم از 8 زون مختلف افغانستان هستند که شاید بالاخره بازیکنان تیم ملی هم از همه بازیکنایی که در داخل کشور فعالیت دارن انتخاب شد. بسیار عالی، بسیار خوب. انشالله که موفق باشی علی جان. زنده باشین. سلام. خوشحال شدم. میان برنامه بسیار کوتاه داریم، ما زنده دوباره برگردیم.